درود دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنا به درخواست هاتون، چیزایی که توی کامنت ها برام نوشته بودین، تصمیم گرفتم که این درس ها رو براتون بسازم. البته باید اینو اضافه کنم که برای فعل ها و پیشوند هاشون قبلا یک سری درس ها ساختم که استقبال خیلی خوبی هم ازش شد و به این شکل که من توضیح میدم که پیشوند ها چه تأثیری بر فعل ها میگذارن. یک درس مثلا انت، یک درس فر، یک درس سو، تمام اینها رو توضیح دادم. ولی خب خیلی ها دوست داشتن این شکلی هم فعلها رو یاد بگیرن. با کمال میل با مثال براتون توی ویدیو تشریح میکنیم. برای که بتونید جمله های ایشون رو بخونید، این پایین روی این دکمه کلیک کنید و میتونید به صورت زیر نویس فعلها جملات که ایشون میگه رو داشته باشید. حتما با همون یادداشت کنید و چیزایی که من به فارسی میگم رو بهش اضافه کنید. Fehl aval nehmen. Los. Okay, erstes Wort nehmen. Ich nehme das Buch. Nehmen معنی برداشتن میده، گرفتن میده. شما توی یک فروشگاه میتونید بگین ich nehme das Kleid، یعنی این لباسا رو میخرم، برش میدارم. یا مثلا الان ich nehme das Buch. Ich nehme das Etui. Ich nehme das Etui. این اتویی رو یا اون جامه دادی رو بر می‌دارم. Die Frage ist, darf ich mir das Buch nehmen? و به صورت سوالی اگر باشه، مثلا میگم اجازه دارم کتاب رو بردارم؟ Darf ich das Buch nehmen? Ich nehme den Stift aus dem Etui raus. Rausnehmen. یعنی بیرون برداشتن از توی یک چیزی، یک چیزی رو برداری که به صورت جدا شدنی میاد. راوس نیمن. ich nehme etwas aus etwas از جایی راوس. ich nehme den radiergummi aus dem etui raus. ich nehme etwas به صورت اکوزاتیو den radiergummi aus از اتویی راوس. ich nehme das buch morgen mit in die schule. خب حالا میخواییم mit nehmen رو بگیم، با خود بردن، با خود به جایی بردن. ich nehme das buch mit. حالا به کجا؟ هر جایی که میخواییم باشیم، توی مدرسه، کتابخونه یا هر جایی که هست. wiederhole bitte den satz. ich nehme das buch morgen mit in die Schule. با خودم به مدرسه میبرم. In die Schule. Darf ich mir das Buch mitnehmen? سوالی میخوایم بگیم. اجازه دارم کتاب رو با خودم ببرم؟ Darf ich das Buch mitnehmen? Ich möchte das Buch mitnehmen. به صورت مودال ورب. Ich möchte. من میخواهم das Buch mitnehmen. با خودم ببرم. Morgen werden wir etwas Neues durchnehmen. Durchnehmen? Möchtest du selber durchnehmen etwas klären? Durchnehmen heißt etwas Neues lernen. Zum Beispiel heute nehmen wir das Wort nehmen durch. یک چیزی رو ببینید، durch همیشه وقتی که از میان چیزی میخوان گذر بکنن بهش میگن durch etwas مثلا gehen. وقتی که یک چیزی با دقت میخواد بررسی بشه و میخوان این مطلب رو، این کتاب رو با دقت یاد بگیرن، لول فعل بالا هست، شاید سه ان ست فای باشه، ولی دوست داشتیم بهتون درس بدیم. نخواهیم زد؟ Das habe ich noch nicht durchgenommen. موقعی میخواییم بگیم هنوز عالی یادش نگرفتم، به قول خودمون توی فارسی میگیم هنوز خرخونیش نکردم، توپ یادش نگرفتم. Ich habe das noch nicht durchgenommen. In der Schule muss man sich benehmen. Benehmen یعنی رفتار کردن خوب، خوب رفتار کردن. موقعی میخوایم به بچه بگیم مؤدب باش، میگیم benehm dich، مؤدب باش. وقت مؤدب ساتس بیدن. In der Schule muss man sich benehmen. در مدرسه آدم باید خوش رفتار باشه. muss man sich benehmen. حواستون باشه فعل benehmen یک فعل رفلکسیو هست. خودش را، من باید خودم خوش رفتار باشم.
Benimm dich ordentlich. به بچه، به یک حتی همسرت، به دوستت میخوای بگی مؤدب باش، حسابی مؤدب باش. بنیم دش، مؤدب باش. بنیم دش ordentlich، منظم و مرتب مؤدب باش، خوب مؤدب باش، حسابی مؤدب باش. Wenn ich viel Marmelade esse, werde ich zunehmen. Zunehmen یعنی وزن اضافه کردن. توی درس‌های پیشوند فعل ها گفتم تو همیشه به یک چیزی رو اضافه میکنه. نیمن یعنی گرفتن، تو نیمن یعنی اضافه گرفتن، اضافه وزن گرفتن. میگه من اگر خیلی مارمالاد بخورم یا همون مربا بخورم وزن اضافه میکنم. wenn ich etwas esse nehme ich zu. حواستون باشه تو نیمن یک فعل جدا شدنیه. ich habe sehr zugenommen. خواهیم بگیم خیلی چاق شدم. ich habe sehr zugenommen. حسابی وزن اضافه کردم. ich möchte abnehmen. حالا abnehmen برعکس zunehmen هست. توی درس‌های پیشوندا اب رو دارم. هر چیزی که یک چیزی ازش برداشته میشه، یک چیزی ازش کم میشه، در واقع کم میشه، برداشته میشه، میشه end. کم میشه، میشه اب. یک چیزی کم میشه ازش. حالا میخواییم بگیم وزن کم کردم. اب نیمن، نیمن برداشتن. حالا اب نیمن، کم برداشتن، یعنی یک چیزی از دست دادن. اینا رو توضیح میدم که تو ذهنتون همیشه بمونه. فکر نکنید میخوام پر حرفی کنم. حالا خلاصه اب نیمن، ich möchte اب نیمن، میخوام وزن کم کنم. نخ این پاوایش بیلو. ich mache sport um abzunehmen. zu گرامرش رو داریم. Ich mache Sport, من ورزش میکنم. abzunehmen, برای اینکه وزن کم کنم. abnehmen. abzunehmen, mache ich eine Diät. حالا اول اومدیم zu رو گفتیم، بعد گفتیم چه کار میکنیم. توی جمله قبل گفتیم ورزش میکنم که این اتفاق بیفته. حالا میخوام بگم برای اینکه این اتفاق بیفته چه کار میکنم. abzunehmen برای اینکه وزن کم کنم mache ich eine Diät. یک دیت یا همون رژیم گرفتم. ich weiß noch nicht was ich mir fürs nächste Jahr vornehme. das war sehr langer Satz. bisschen kurzer. ich möchte mir vornehmen abzunehmen. vornehmen یعنی مثل اینکه بگیم برنامه داشتن، هدف داشتن، قصد داشتن. قصد داشتن بهترین شاید. ich nehme vor، من قصد دارم abzunehmen، وزن کم کنم. چون vornehmen یه دونه فعل هست خودش کامل، فعل دوم با zu میاد، abzunehmen. ich habe vor یا ich nehme vor abzunehmen. Okay. ich nehme mir viel vor. خیلی قصد دارم، خیلی برنامه دارم، خیلی میخوام در آینده کار کنم. مثل شمایی که میخواین زبان یاد بگیرین توی بگین ich nehme mir viel vor، برای خودم خیلی برنامه ریزی میکنم. دقیقا اینه ich nehme mir viel vor. was nimmst du dir vor؟ حالا میخواییم بگیم برنامه تو چیه؟ تو چه قصدایی داری؟ was nimmst du dir vor؟ چی تو برای خودت برنامه ریزی میکنی؟ das war ein geschenk. ich habe es angenommen. annehmen یعنی پذیرفتن. این یک هدیه بود، من پذیرفتمش، من با کمال میل قبولش کردم. das war ein geschenk. ich habe es angenommen. das kann ich nicht annehmen. حالا میخوایم بگیم مثلا یه دوستتون بهتون یه هدیه گرون قیمت میخواد بده، میخوایم بگیم خیلیه، من نمیتونم قبول کنم، نمیتونم بپذیرم، خیلیه برای من. das kann ich nicht annehmen. من نمیتونم بپذیرمش. das kann ich nicht annehmen. ich nehme an Das Geschenk ist von dir. حالا یه معنای دیگه هم ان نیمن داره و اون این که
اینجور میفهمم که همیشه میگن ich nehme an من اینجور میفهمم که das Geschenk hat mir hast du gesagt ist von dir این هدیه از طرف تو هست من اینطور فکر میکنم که این هدیه از طرف تو هست das Geschenk von ist von dir ist okay das war's auch schon wieder okay میبینید که نیمن رو ما تموم کردیم براتون پیشنهاد خوبی که بهتون میکنم اینه که حتما با همون بنویسین و حتما درس ها رو اگر کامل یاد نگرفتید همین الان از اول ببینید چون بهترین روش یادگیری این هست که شما یک دور یک چیز رو یاد بگیرید تموم شه بره و حتما بهتون پیشنهاد میکنم درس هایی که الان ظاهر میشه در مورد پیشبند فعل ها رو اگر ندیدین حتما ببینید چون به کمک اونها شما میتونید سرعت زیادی و دقت زیادی در یاد گرفتن افعال آلمانی که با پیشبند هستن داشته باشید. خیلی دوستتون داریم. روز خوش. خداحافظ. Sehr gut. Sehr gut. Das nimmt Energie.